سلام علیکم پریسا خانم، حال شما چطوره؟ احوال شما؟ نخه مس این قضیه جو ای بابا این جوکرا که سر کلاس فرستادی من مرده بودم از خنده، بابا استاد داشت بیرونم میکرد، خیلی باحال بود، من خیلی خندیدم. آخه ببینم نخه اسمان نسبی جهان بوده و هست، اصلا هم قرار نیست شما با این جوک ما رو تضعیف کنی، اینطوری نمیشه. ها؟ باش خواسته ده که خوشگلی ای؟ چی اینجوری که؟ نه بابا خار این کاک تو سرف تو دستم اه. نه چیزی نشد. بله 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 امروز قرار بریم سینما. خب آره میریم، ولی آخه اصلا مسئله سینما رفتنه نیست که. پریسا شای خلی تله گذاشته بود. نه بابا قرار است بریم ارشادش کنیم، ما مرتضی رو که میشناسیم، آخه ما اهلی فیلم دیدنه، اون بیشتر میخواد این رفیقش رو ارشاد کن. ها پریسا یه لحظه بایسا، بسم الله الرحمن الرحیم، گوشی گوشی دارم لباس و شیخ علی رو میپوشم، نیستش تنها. آره رفت سفر، خب اینم چه شکلی میشم، معمم بشم. راستی بینم با ایدک الله شیخ سلمان حبیب آبادی، نمیدونی چقدر به میاد فریسا، فقط باید یه چند سباهی زحمت بکشیم تا بشه این لباس رو بپوشیم. نه آره یه سری به چطور حیات حالا منم را میفتم دیگه. از قرار معلوم شما بیشتر اوقاتتونو که باید تو قم بگذرونید و به درس و بحث و کتابتون برسید توی تهران سپری میکنید، گاهی هم صدای بلند موسیقی از حجرتون شنیده میشه و تو ساعتی هم مثل این که بی هدف تو خیابون قدم میزنید. ببخشید اینو من یادم رفته بود بزنم به گزین سکوت، شرمنده. بله میفرمودیم، ببخش. خواهش میکنم، نگرانی من بیشتر برای آینده شماست، امیدوارم من رو برادر بزرگترتون بدونید و اگر مشکلی داشتید با من در میون بذارید. بله ممنونم از بذل توجهتون. امید خوب. با اجازتون. با اجازه. تهران
رفیقم تعریفش کرده بود مثلا داماد خوبه فیلم ببینم. آره دیگه میگم ببینم فیلم ببینم اون صحبت کنم. خیلی 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 خوب. سلام جایی دو دقیقه وقتی تو میده قبل اینکه شروع شد. گیجو شد میگم. بیبش بیبش. آقا سلمان آقا پیمان که میشید صحبت کرده بودم که با اتون. آقا سلمان آقا دامادمون رفیقمون از 5 سال با هم رفاقت داریم از زمان خدمت تو الان. ببین نگاه کن من دیگه بعد از اون دیگه ندیدمش دیگه. یعنی کم دیدمش دیگه. من رفتم تو کارتون اینجا سیگار نکشی. یارو میاد چی میگه آقا. رفتم دیگه زی دست بابای کار کردیم شدیم الاف ولی آقا سلمان چی زرنگی کرد زد الان شده این دیگه آدم حسابی و دو بار جون من نشد دو بار جون من نشد متوجه میشی دارم میگه. یه باری قضی مشابه شبیه این به وجود نداشتم و یه هم بزن جسم دو کلمه هم دیگه مرد و مردانی با هم صحبت که وگه نرمه سینه قبرستون به متوجه میشه چون کاش خیلی درسته. آقا سلمان حالم خیلی بده. خوب میشه خوب میشه. خب چرا شما به دو نفر قول دادی؟ ها؟ آخه یه دونه دلا که نمیشه بین دو نفر تقسیم کرد میشه؟ قضیه پریوش مالا چند سال پیشه. آره خیلی قدیمه. وقتی رفت خارج فکر میکنم همه چی تموم شده. منم که در به داغون بودم حالم اصلا خوب نبود. مامانم گفت بریم خواستگاری این سمیرا. ببینم وقتی پریوش خانم داشت میرفت بینتون هرچی بود تموم شده بود خلاص شده بود. آره دیگه تموم شده بود تقریبا. البته گفت بر میگرده. منم فکر کردم داره بلوف میزنه. کی آلمانو ول میکنه بیاد اینجا آقا سلمان؟ و سر حرفش موند؟ خب آره. شما نمیتونی سر حرفت بمونی؟ آچه تو اون میتونه شما نمیتونی ها؟ چرا آقا میتونه میتونه دیگه میتونه دیگه. نه نمیتونم. چند روز دیگه عروسیمه. همه چی مهیا کردم. هتل، رستوران، رفیق رفقا، گروه ارکستر، ماشین عروس. خرچ کرد. خیلی خرچ کرد. حالا باید عدلی پریوش این موقع پیداش بشه. ببین، دل آدم ها که اسباب بازی نیست. بعد مسئولیت حرفی که میزنی یا قبول کنی. آدم اگه مسئولیت حرفی که میزنه، کاری که میکنه قبول نکنه، دو روز دیگه خودت حرف خودت دیگه نمیتونی قبول کنی. منظورم میفهمی تو خودت سقوط میکنی دیگه به خودت هم اعتماد نداری. این خیلی بده. گرفتی چی میگن؟ آقا سلمان چی کار کنم؟ موندم. اونم به نظر من مسئولیت قولی که به این خانم که داریم باشه ازدواج میکنین دادین خیلی بیشتر از حرفیه که پریبش. اون... بله پریبش خانم زدین. بعد انتخاب کنی و محکم پاش وایسی. تردید چیز خوبی نیست. چهره دامنی حاضر نکنی پروف کنی بگیم حاضر چرا؟ اگه میخوای بری اسکه بزنی بگیم پریسا کلاس داره آره چه ربطی به کوچلوار داره؟ ربطی نداره میخوام برم دنبالش حالا کوچلواره یه وقتی گم میشه درم عجله نداریم که تو هم بیا بریم مرتضی جونه تو نهار با هم میخوری نمیان بابا خستم بابا بگم سینما فیلم نشون بگیم چشچالون داره در میده اول پریسا بخیر خسته شدی فیلم ما رو دیدی؟ چی بود آقا مزخرف؟ نفهمیدی فیلم حالا با صحبت تو فهمیدی آره صحبت چی هریم با هم دیگه بکنم فیلم چشون داره چه غور میزنی تو خانم فلاح پریسا
فرصتیه. نه شما بریم بعدم میبینم اتون. سلام. سلام علیکم. خسته نباشید از درس. چه عجب از این طرف ها. وظیفمه. دلم برای تنگ شده بود. لطفه این دستتون در نکنید. خواهش میکنم. شما هم دلت تنگ شده بود. من میفهمم. حریصا خانم اذیتم نکنید. چیشو تنها آمدی مرتضی بود. مرتضی فیلم خستش که رفت خونه خوابید. معلومه فیلمی که تو پیشنهاد دادی اون خوابش میبره. منو که سینما نمیبری. از حد اقل بریم یه دوری بزنیم. چشم بفرمایید. کی را افتادی؟ من 10:30 صبح بود. از قم را افتادم. رفتیم سینما و الانم که در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. می‌خوایم بریم اون فیلم رو یه بار دیگه ببینیم. خیلی قشنگ بود. یه جای خودمون یه رستوران جای چیزی بخوریم. مزاحم ما درتون نشیم. خیلی خجالت می‌کشم. میگم دوستان فکر می‌کردن تو از بچهای حراستی. چرا؟ چقدر هوا سرده. آخه توی این سرما من آوردی پارک سلما میشه اینو بگیری دستم. اول که اصلا سرد نیست، بعدم توقع داری به عمرت سینما؟ نه چه توقعیه، آخه میدونی تقصیر خودت نیست. خجیه جنتیکیه. بیا کنم خریش کنم. آما بپا یعنی چه؟ خدا فیلم جدید دادی، فیلم های سینما روز اومد، فیلم های هالیوود، بالیوود فیلم داریم از نیکول کولمن، نیکول کیدمن، آلپاچینو، از آلپاچینو ما گرفته تا آلپاچینو شما مخلصم آجی خوبی خوراکتو دارم ملک و سلیمان. آخه فیلم نیمه چی شد پس؟ فیلم چی؟ نیمه برو که اینجا خونواده ما ببین حریصا اینا آبجی اینو ببر صبح تا شب میشی اینو نگاه میکنی من و غذاهت هم میسوزه چیز نمیخوای جی؟ نه نمیخوا نه من دست دارم اصلا اوژرناله ها، یه باید میارم ها، آجیش مگه تو به من قول ندی؟ گفتم اگه تو به من قول ندی، پس این کیه؟ چی میخواد، چی میگه؟ بگو کیم، بگو چی میخوام، بگو چند ساله میشستمت، بگو چقدر دوستت دارم، بگو دیگه. چی میگی آقا؟ من اصلا تو رو نمیشناسم، برو به کارت، من اصلا نمیدونم این چی داره میگه. نمیشناسی. باش. یه کار میکنم تو اون داری منو یادت نره. نکن آقا. آقا. در این خدا رو شکر چیزی نشه اون کاپشن جلوش رو گرفت خدا رحم کرد پریسا این قضیه رو نمیشه همینطوری ولش کرده قبلا هم مزاحمت شده بود آره نه بابا دیوونه است یعنی چی دیوونه دو سه سال پیش با مادرش اینا تو این در همسایگی اومدن خواستگاری ما هم موقع جواب رد دادیم من نمیدونم چرا این همسایتون این کارا رو میکنه آره همسایه است این کارا رو میکنه خونهشون کدومم برم با شرف بزنم کاری به خودش ندارم بابا مامان این شرف بزنم من کاری به خودش ندارم دنبال شر رو نمیگیره تو رو خدا به ماما اینام چیزی نگو یعنی چی چیزی نگم مرتضی اگه بفهمه داستان برامون درست میکنه ولش کن خب ولش کردین که همینطوری شده دیگه پر رو شده میدونی که امروز من با تو نبودم چیکار میکردم میدونی آره حواست هست میدونی یه وقت این اسیدم میپاشید تو سک و صورتت من الان بدبخت بودم چرا همینجوری حرف پریسا این کیه اعصابمو خورد کرد ببین کیه خب این زنگ میخوره اعصابم خورد شد بله الان کار دارم بعدم بهت زنگ میزنم کی بود؟ یکی از این بچه های دانشگاه چی میگفت؟ حسن لنشم باش حرف بزنم پریسا تو چقدر با این سعید رابطه داشته؟
تو که اینجوری نبودی سلمان، یه آدم عاقل، متین، صبور. حالا که خدا شکر خودت میگی طوری نشده، بس که صلوات بفرست. حاجی بود. گفتم نقل زرنگی و این حرفا نیست. یا الله. باشه واسه آینده دامادمون دندون تیز نکردیم. خوب گفتی. چه فرقی میکنه؟ حوزه هم مثل دانشگاه است. هزار جور آدم و شغلای مختلف ازش بیرون میاد. وکیل، تاریخدان، قاضی. همه چه نباید برن تو کار سیاست. خب، حالا اگه رفتن چه اشکالی داره؟ مخصوصا مثل آقا سلمان، کارشو با شغل مقدس قضاوت شروع کنه. بفرمایید. چشم. دست در نکنه، من میرم تو حیاط یه هوایی بخورم. میخوای من برم باش یه صحبتی بکنم؟ شما زبونشو بهتر میفهمی. دستتون در نکن. دستتون در نکن. خیلی ممنون. خوشمزه بود. مرتضی بابا که میدونه میخوای بیای بیرون سیگار بکشی، چرا دروغ میگی؟ چرا میگی میخوام بیام هوا بخورم؟ بس چی نگفتی؟ چیا؟ چیو؟ بکردی من گاوم؟ دوره جونه چی؟ دوره جونه چی؟ کفتر توی محل پر میزنه، من خبردار میشم. با آسین سوخته پا میشه میری تو اتاق من، لباس من رو درت میکنی، میشینی سر میز شام، پنهان کاری میکنی، دستتو میکنی زیر میز کسی نبینه، با پریسو اینجوری میکنی. اینجای من نوشه حالو؟ باید از کسی دیگه بشنوم؟ دستت در نکن آقا سلمان. یارو پسره رو من میشناسم، من میدونم چه عوضیه. اینو تو نری گوشش رو نپیچونی دست بردار نیست، آروم نمیگیره. حالا تو هم پیش رو نگی. پیش رو نگی. ما شانس آوردیم امروز من با پریسا بودم به خیر گذشت. من خودم زور میخواستم بلنشم برم در خونشون بکشمش بیرون، داد هوا را بندازم، پریسا نذاشت، گفت یه صلوات بفرستم و خواهد من خیری توش بوده سیگه. چی میگی؟ چه خیری؟ یارو روتون اسید پاشیده. ببین تو هر قضیه یه خیری هست، با عصبانیت که نمیشه کاری کرد. یعنی چه؟ سر همین ماجرا درس خوندنم بابام نذر کرده بود یکی از پسراش بره حتما درسی حوزه بخونه. قره افتاد به نام من، به داد میزدم، به شلوغ بازی در میوردم. پس بابات به زور فرستاده حوزه. بابای ساده ما رو بگو، فکر میکرد تو آدم زرنگ هستی. از زرنگ بابا اصلا اومدم هم سربازی میخواستم زیر همین نظره در برم. تو که میدونی دلم خواست تئاتر بخونم، ادبیات بخونم، نشد، شدم خمسی برادرم. حالا اونا هر کدومشون رفتن سر یه کاری، سر یه شغلی گرفتار شدن. بابا مامم گفت الا بلا باید این درس رو بخونی. ول کن تو هم دیگه، این درسش رو درس دیگه چه فرق میکنه بابا؟ آخه وقتی این درس رو میخونی دیگه هر کاری دلت خواست راحت نمیتونی زندگیت بکنی که. باری یه مسئولیتی میفته به دوشت که کشیدنش خیلی سخته. شوخی نیست مرتضی، سخته. شما اصلا کارم میکنین که حالا میگی سخته. سخت سازگار کردنی بعضی چیزا خیلی سخته. شما الان دارین چی رو با هم سازگار میکنین؟ وقتی این لباس رو میپوشی ها دیگه هر کاری دلت خواست نمیتونی تو زندگیت بکنی. مثلا چه کاری؟ مثلا مثل جناب عالی الان میشینم رو این درخت. بابا جون من انقدر دلم میخواست برم بالا درخت توت بخورم، تو خیابون راه برم بدوم، سوت بزنم برای خودم نوشابه بخورم. حالا واسه سوت بغض کردی؟
من بغض کردم، دارم برات مثال میزنم، میخوام بهت بگم کلیتی قضیه خیری توش هست. گرفتم. اولش به خاطر حرف زوری بابام ناراضی بودم، ولی الان از اینکه دارم این درسو میخونم خیلی هم راضیم. گرفتم آقا جو، قاطی کردی. نگرفتی راضیه. داری میگی این حرفا رو جلو بابونه من نزنی ها، بابای من جلوتر از بابای تو سکتر زده ها. ببین کی بهت گفتم آقا جو بشین سر درس و مشق، چیکار داری به این کارا؟ داری خدا آقاتونو نداره، برو بچسب به ارث ببین چی بهت میماسه. درست حرف زن مرتضی، درست تر از ارث هم مگه داری مشتی؟ راست میگم دیگه، به قول آقام که میگه برو دنبال کارهای نون و آب دار. بیا بریم، من میخوام برم. کجا بری؟ آه نصف شب ماشین سخت گیر میاد برا قوم. گیر میاد قوم، گیر میاد. من صبح میخوام برم تحت این پسره رو دارم ردشو بزنم. مرتضی تو رد جونت، من دو ساعت دارم یاسین بگوش خر میخونم. پریسا گفت بفهمی شهر درست میکنی یا ولش کن دیگه تو. آره ولش کردم، ولش کردم. دستی ما برای چه علکی میاد؟ کجا باید بریم؟ باید بریم شیشه گری، از ترسش دنیا تو محل آفتابی نمیشه همونجا میخواد. هی زنگ زدم اصرار کردم پس من بیام بادا، به خاطر این است که دیوونه ای مرتضی. بکه بهت گفتم نه دیگه. همینجا واسا موزه موتور باش اومده. سعید، سعید اینجا بیا بیا. مرتضی باش، سلام. میام چه خبرته؟ باکن باکن، باید کار دارم. چه کار داری؟ کار دارم دیگه، دو کلمه میخوام با درف بزنم. من با شما کاری ندارم. سعید از شما من نجد، من با تو کلو میخوام حرف بزنم دیگه. برو تو، برو تو، بمو همونجا. نگفتم واسه دارم اتون. چطور شد؟ چی شطور شد؟ چی کار کردی؟ هیچی دیگه، باش هر سنم گفتم باشو از زندگی شما بکشه بیرون. برو برو اینجا، من از سمیم چی شدید نمیدید؟ برو اونجاست.
مرتضی تو کاری کردی؟ طوری شده؟ چونی پریسا اگه طوری شده؟ قصد نده خواه اصلا تو حرف نمیزنی، من نگران شدم، قیافه داد میزنه، داغونی، طوری شده؟ داغونه چی؟ چی فکر کردی در مورد من وحشی؟ رفتیم دو کلومه اینه دو تا مرد با هم دیگه حرف زدیم باشدیم اومدیم همین. خب پس یعنی من خیالم راحت باشد همین؟ آره همین. خدا رو شکر. سلمان ببین من ببین سلمان ببین چی دارم بهت میگم، منت نمیخوام سرت بذارم خدا شاهده. ببین من برات داشتم آوردم تو خونم با هم دیگه نون نمک خوردیم با هم دیگه بودیم رفتیم اومدیم، الان اینا رو که دارم بهت میگم فقط به خاطر اینه که اگه امشب باشون رفتم اونجا به خاطر ناموس جفتمون رفتم، تو یه داش نشته من میمونه، فقط میخوام بازم بهت اطمینان کنم. خب مگه نمیگی مثل داداش نداشتم؟ خیلی خوب، پس دمت گرم. اصلا امشب در موردش حرفی نزدم، ما هیچ جا نرفتیم، هیچ کاری نکردیم، اصلا جایی نبودیم، یه راست پشتیم اومدیم اینجا دیگه، حل دیگه. چرا چیه مرد حسابی؟ من حوصله اینکه یکی کسی بیادم از توضیح بخواست اینجا بکنم نه حوصله‌شو ندارم. اگر پریسا هم ازت پرسید بکنم نمیدونیم، رفتیم با هم دیگه دور زدیم اومدیم دیگه، چرا اینقدر دروغ بگم؟ دروغ چی؟ مگه غیر این بوده؟ آره مگه ما نرفتیم با هم دیگه دور نزدیم نیومدیم؟ مگه نرفتیم با هم دیگه یه چرخی نزدیم اومدیم اینجا؟ غیر این که نبوده، غیر این بوده. شماها کجا بودین؟ دلم هزار راه رفت، چرا موبایلاتون رو جواب نمیدین؟ رو موتور نشسته بودم صدا موبایل نشیدیم. چیزی شده؟ چی شده؟ چی باید بشه؟ سلام. برو تو، برو من سلمانو بزنم در منبارزی خودم بیام. نگاه میکنی ها؟ بار بزنی جنسا رو برداره ببر بسینم ببره بره رسون رسه آباش. این چیه اینجا؟ آه؟ شده اینجا آشغال بونی دیگه؟ بله بارت نمارم بعدش هم که این جنسا رو فرسته رفت بره میشه جلال بهش بگو تو آخر هفته وقت داری چه که برگشتی تو پاس میکنی، اگر پاس نکنی بچه ها رو میرسن سر وقت اینقدر بزننه تا جون رو در بیار، بعد بمیزنه تو گونی وقت بفهمی با کی طرفی. یا در آن
نمیدونم، شایدم نگرانیم بی جهت باشه. گفتم مزاحم اوقات شما بشم ببینم به واقع حقیقت امر چیه. مرتضی دو روز نیومده خونه، گفتم شاید اومده پیش شما. من به شما اعتماد قلبی دارم. چیزی شده؟ نه، پیش من نیومده. من داشتم یه خورده نگران میشدم، وقتی هم دیدم سر کوچه هجله اون جوون شرور رو زدم، بی جهت دلم شور افتاد. البته میشد حد زد. آخه میدونی این آدمای لاتلوت عاقبت درست حسابی ندارن. یا یکی رو میکشن میافتن گوشه زندون، یا یکی میزنه خلاصشون میکنه. اصلا در بفرمی. شما که حالتون خوبه؟ بله. من باز تأکید میکنم برای آینده شما و کار قضاوت خوب نیست حتی یک مسئله کوچیک توی سابقتون باشه. بعدها ممکنه خیلی ازش سوء استفاده کنم. البته من دوستای با نفوذی دارم که میتونه براتون خیلی مفید باشه. سلام. سلام. طوری شده؟ ببخشید خواب بودی؟ من دیدم چراغ اتاقت روشنه، مزاحمت شدم، ببخشید. داشتم مطالعه میکردم خوابم برد. جوابم خوابه. ببخشید بیدارت کردم، شرمندم. من میخواستم میخواستم یه چیزی بگم. بگو. راستیتش میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. بپرس. ولش کن، فرد ازت میپرسم، با هم حرف میزنیم. شرمندم، بیدارت کردم. سلمان ببینم تو حالت خوبه؟ آره، چی تو میگه؟ تو شب تو اتاقت چی کار میکنی؟ سینما را انداخته؟ معلومه؟ آره، هر کی رو به رو اتاقت رد بشه میفهمه نورش افتاده بیرون. فیلم میبینم. اگه خواستی بیا با هم بشینیم ببینیم. قربونت، من وقت این چیزا رو ندارم. تو هم یه پارچه کلوف بزن به اون پنجره نورش نیاد بیرون. پس تو باور درد سر میشه دا. از ما گفتن، خود دانی.
سلام علیکم، احوال شما؟ راستی چیو؟ اتفاقی مگه افتاده؟ ای بابا چیزیمون نیست، مگه طوری شده؟ سلام علیکم. چیزی به تو نگفت؟ من دروغ نگفتم، از چیزی هم خبر ندارم. چیزیم نیست، یه ذره حالم خوب نیست. ببین پریسا خانم، من به شما زنگ میزنم. خدافظ. یه دفعه دیدیم یکی تق میزنه به در هتل. سلام علیکم. سلام علیکم. روحی سرگردان شبانه. آقا جواد شما بیا برو حجره چای دم کن تا برسیم خدمتتون. چش، میرم چای دم میکنم. یه قند و نخود سیاه میزنم کنار دستش تا شما. برو به سلامه. بیا ببینم چه دیست. چیزی نیست. راستشو بگو. تو شب اومده بودی چی بپرسی؟ خواستم بپرسم میشه دو تا امری خیر با هم دیگه در تضاد باشن؟ بستگی داره در امر خیرتون چی باشه. اذیتمون نکن آقا مجید، من جدی دارم میپرسم. آخه تو واضح بگو منظورت دو تا امر خیر چیه تا منم راهنمایی کنم. بهت بین دو تا چیز یکی انتخاب کنم. جفتش هم درسته، خیره، صحیحه، ولی نمیدونم باید کدوم انتخاب کنم. خب اونیا انتخاب کن که عقلت میگه، ایمانت میگه. باریکلا اصلا مشکلی من همینجاست. عقلم یه چیزیو میگه، ایمانم یه چیزیو میگه. این دو تاست که با هم دیگه در تضادن. نه دیگه، اگه درست فکر کنی میبینی که عقل و ایمانت هر دو تا یه چیزا میگه. خب پس من از کجا باید بفهمم چیکار باید بکنم؟ آه بنده خدا، یه چیزی که دونستنی نیست، حس کردنیه. سلام. خیلی وقت رسیدی؟ نه ایرادی نداره، داشتم ویترین رو تماشا میکردم. بیا بریم بالا. بفهم. امروز من یه کلاس نداشتیم. چرا؟ ولی خب این واجب تره، میخواییم حرف بزنیم. بفهم. یه مدت عقب بندستیم عروسی رو؟ ما که همه کارامونو کردیم، بر چی باید این کارو بکنیم؟ نمیتونم الان آمادگیشو ندارم. آمادگیشو نداری؟ فکر من نمیدونم چرا داری بهونه میگیری؟ بهونه چی؟ همه چیت عوض شده، حالتت نسبت به من عوض شده. همشم از همون روز شروع شد. کدوم روز؟ سلمان تو در مورد من چی فکر میکنی هان؟ به خاطر یه آدم خدا رحمتش کنه، اون که مرد تموم شد رفت، ولی تو به خاطر اون داری به من شک میکنی. همه چیز رو داری میزی بهم. پریسا پریسا واسه شک چی این حرف رو چی میزنی؟ به خدا به والله من اصلا منظورم این چیزا نبوده. من یه چند روز ازت مهلت خواستم، میخوام فکر کنم. حالم زیاد خوب نیست، میخوام برم شهرمون، میخوام برم تنها باشم فکر کنم. من از حوزم یه دو سه روز مرخصی گرفتم، به شما نگفتم. چرا تو مرتضا با هم یه دفعه حالتون بد شد؟ من مشکل خودمو دارم، مرتضا چیکار داره؟ خب مشکل چیه؟ بگو. چرا راستشو نمیگی؟ میخوای التماست کنم؟ نکن پریسا، خواهش میکنم از این کارو نکن. ما قراره با رضایت هم دیگه این کارو انجام بدیم، بیا خرابش نکنیم. خب خرابش نکنیم، این حرف آخرته؟ بله.
وقت کنی من پوچکار واجب دارم فردا من دارم خودم منتظر دارم نفهمم که عمدن این کارو کرد و اگه پاسبانا تو اون ماشین بودن تو راست افتاده میکشتن چطور میشه گفت من عمدن این کارو کردم این درست نیست من هر کاری میتونستم کردم ولی اون حالت جنون داشتن ازشون دلخور نیستم و در بیمارستان هیچ کس توجهی به من برای شادی روح جوان ناکام رحم الله منقل الفاتحه تم الصلوات لا ما صلی الله محمد وآل محمد بسم الله قرآن رحمان و رحیم خصلت یزدان هرچی سنگه مال پای لنگه از بی یه پیرزنی بی کسی کار با یه دختر دنبخت یه بچه علیل باید این بلا سر به سر بزرگش بیاد مگه پدر ندارن خدا بیامرزش اون که خیلی ساله به رحمت خدا رفته منور خانوادشون هم همین آقا سعید بیچاره بود چه نمیخواد بفرمایی مگه نمیشناختیشون بفرمایی مسلمان مطلب روح اون شیعه زاده گردد شاد گر فرستد به مصطفی سلام خدا بان به شما عجب بده خیلی ممنونه سلام آقا سلمان سلام علیکم خدا خیرتون بده اون راهنمایی که کردید مفید افتاد آقا سلمان خب خدا رو شکر زندگی ما نجات داده آقا سلمان با اجازتون وظیفه هم بوده خدا حافظ شما بریم خونه کارت دارم خونه برای چی؟ برای چی داره؟ خب بریم دیگه کسی خونه نیست بیا حرف ده بزن چی کار داری؟ مرتضی بس چی رفتی اونجا؟ بس چی رفتی ها؟ باز چی رفتی؟ و عزت عباس غیرت هم خوب چیزیه ما میشه اونی اونجا بس من محبس خبر بیچاره یارو رو صورت زنت اسید پاشیده بعد میری اونجا واسه عرض تسلیت قرار نبود کسی کشته بشه داغ مرتضا حال که چی کشته شده؟ چی کار کنیم؟ باز چی اونجوری نگاه میکنی؟ من کاری نکردم رو گفتنم به کاری که کردی اضافه نکن من فقط ازت میخوام بیای بری خودتو معرفی کنی همین چشم جبا کجا بس برم؟ مسخره میکنی؟ تو آدمش نیستی مرتضا بیا برو خودتو خلاص کن داغون میشی یا؟ بیا برو اگه نرم چی؟ چیکار میکنه لوم میدی؟ آخرش که چی؟ آخرش که چی؟ هیچی
مرد سینما به خاطر تو با شدم رفتم اونجا. اگه من نمیرفتم تو باید میرفتی صحبت میکردی، که اگه میرفتی یا تو اونو میکشی یا اون تو رو میکش، که البته اون تو رو میکشت. خودم اگه اینجوری پات گیر میکردی این حرفا رو میزدی؟ خیلی نامردی بابا. من به خاطر زن تو خواهر شما من... حالا هر چی خواهر من رفتم تو اون کارگاه خراب شده واسه اینکه تو نیای درگیر نشی. حالا نشسته واسه من داره موعظه میکنه. من میخوام کمکت کنم. کمک نمیخوام. کمک اینه که من برم خودم لو بدم. کمک نکن. اینو بدون سلمان، اگه من این کارو نمیکردم الان تو خواهرم صورت نداشتیم. چون تو آدم کشتی مرتضی، چرا نمیفهمی؟ تو نمیفهمی، من جو تو رفتم. تو باره داغمون میشی. من نمیدونم تو چه جوری میخوای با عذاب کشتنی آدم تهی کنی. من نکشتمش، از خودم دفاع کردم. حرف حساب حالیش نبود، خوب شروع کرد که چی؟ این پاره رو دوشت وردار مرتضی. بس خیلی خوب، خیلی خوب، بسه. حرف آخرم ببین، اگه من رو لو بدی کلن قید پریسا رو بزن. گرفتی؟ مرتضی ببین آقا جون، منم اونجا بودم دیگه، با هم بودیم، مسئولیتش با منم هست. میریم اونجا میگیم دوتایی با هم شریک جرم. همه چی؟ چرا تو؟ همه کارا رو من کردم، تو کاری نکردی. به تو ربطی نداره، من کشتم. آره من کشتم. فقط اینو میدونم اگه این اتفاق واسه تو میافتاد دلات نمیذاشتم. کمکت میکردم سرما، کمکت میکردم. خود دانی. شنیدم همین روز اولی کار دست خودت دادی. بله، کم کم دارم یاد میگیرم. تو از چی فرار میکنی سلمان؟ از خودم. خدمتتو عرض کردم آجا، گیر کردم، برای همین نمیتونم درست تصمیم بگیرم. از مشکلی که برات پیش اومده هیچ وقت فرار نکن، برو تو دلش تا بتونی حلش کنی. من که قضیه رو نمیدونم، ولی فکر نکن با کار کردن تو صبحانپزی بتونی مشکلتو حل کنی. سلام. شما دوست داداشم هستی؟
تو مراسم ختم خونم تشریف آورده بودی. بله. لطف کردی، خوشحالم کرد. خواهش میکنم. تو مدرسه با هم بودین نه؟ راستی اسم شما چی بود؟ من سلمان. از بچه های مسجدی؟ با اجازتون. بعد از رفتن اون خدا بیامرز تازه باید بفهمیم که با بچه های مسجدم رفت آمد کرد. خدا رحمتشون کنه. ممنونم. نمیدونید آقا چقدر سخت. آدم یه او احساس میکنه بی‌پناه شد. خدا از سرش نگذره هر کی بلا رو سر ما آورد. اومده بودید مادرم ببینید؟ بله، خوبه حالشون؟ مادره دیگه، میشه حالش خوب باشه؟ بفرمایید، از دیدنتون خوشحال میشه. نه من مزاحمتون نمیشم، ایشالله یه وقتی دیگه. نه حتما بیای، بذارید مادرم ببینه سعید دوستایی مثل شما داشته. بفرمایید. اجازه بدیم پس کمکتون کنم، اجازه بدیم. میفته بچه اینطوری. بفرمایید جلوش. نمیدونی چقدر دلگرم شدیم. آدم تو این دنیای بیرحم احساس میکنه خیلی تنهاست. بفهم. یا الله. بفهم. از صبح دلم روشن بود یه نشونی از سعید میبینم. انشالله قمی آخرتون باشه. اومده بودم یه تسلیتی عرض کنم. خیلی کار خوبی کردی. از صبح باید حال مادرم میدیدی. تو بفهمی چقدر از دیدنتون خوشحال شده. بفهم. دوستای سعیدم این خودش برای من عزیزم. اگه کاری باشه خوشحال میشم براتون انجام بدم. منم جای پسرتون در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدیم من دیگه رفت زحمت کنم. چه زود، تازه براتون چای آوردم. نه دستتون در نکنه، چای نمیخورم. چطور شد یهو؟ خب برای هر آدمی پیش میاد. ما دخترمونو به هر آدمی شوهر ندادیم، به کسی شوهر دادیم که از چشممون بیشتر بهش اطمینان داشتیم، آدمی که مسیر زندگیش برای ما روشن بود. خب من تا حالا سوء استفاده ای از اعتماد شما کردم؟ پس این چیه؟ حالا که دو هفته مونده به عروسی، ما همه کارامونو کردیم، اومدی میگی من دوباره میخوام فکر کنم؟ مهمترین اتفاق تو زندگی من و پریسا خانومه. راهیه که اگه بریم دیگه برگشتی نداره. پس خواهش میکنم اجازه بدیم با تعمق و تعمل بیشتری قدم برداریم. حالا که همه کارامونو کردیم و حرفامونو زدیم، تازه یادت افتاده که باید فکر کنی؟ به چی میخوای فکر کنی؟ ها؟ به چی میخوای برسی؟ خب اگه خودم میدونستم که دیگه نیازی نبود این همه بهش فکر کنم. ببین پسر جان، فکر نکن ما میخوایم حتما این ازدواج صورت بگیره، یا اینکه دخترمون از سر راه آوردیم و تو هم تحفه‌ای هستی که میخوایم دخترمون رو بهت بدیم. نه اصلا اینطور نیست. من توصیه میکنم یه نگاه به خودت بنداز، یه نگاه هم به امتیازاتی که پریسا و خانوادش دارن. تو یه طلبه هستی که نه آینده مشخصی داری و نه کار و کاسبی و نه چیز دیگه. همین. در صورتی که ما از روز اول بهت احترام میذاشتیم، بارها هم بهت توصیه کردم که من دوستان با نفوذی دارم که میتونیم آینده خوبی برات بسازیم. نگفتم؟ من برای اون آیندهی که شما میگین درس حوزه و قضاوت نمیخونم. به هر حال خودت بسنج ببین واقعا چی به نفعته، حق پریسا و ما تو این قضیه چیه و چی کار باید کرد. بله خیلی لطف کردی. خب حالا چی؟ خب اجازه بدیم من فکرامو بکنم. چشم، بهتون خبر میدم. تا ابد وقت نداری،
دو روز دیگه با جواب روشن میای اینجا ببینم مردی یا چشم. خداحافظ. سلما اگه بخوای عروسی رو عقب بندازی دیگه رنگ پریسا رو نمیبینی. عزیزان من، باید از این ساعت استفاده کنیم، درست مثل زنبور عسل. زنبور عسل عمرش محدوده، غذاش ناچیزه، اما چی تولید میکنه؟ عسل. هر نفس زنفاس عمرت گوهری است. به قول مولانا، انسانی که هر نفسش گوهره زندگی میکنه که هیچ فایده و اثری جز تردید و تشکیک و افترا و جنایت حاصلی نداره، نه برای خودش نه برای جامعهش. آقا سلما، یکی بالا کاره. اینجا چی کار میکنی؟ رفتم حوزه، دوستات گفتن اینجایی. بس کجا میدونستم؟ بیا تو بفهم. کار میکنی؟ طوری شده پریسا؟ اومدم از مرتضی خبر بگیرم. پیش تو نیومده؟ نه. چی تو؟ راستش سلمان، همه چی تموم شد. قاتل سعیدو پیدا کردن، دستگیر شده. دستگیرش کرده؟ کی بوده؟ یکی از دوستای قدیم مرتضی، هم محلیمون بوده. بچه ها میگن چند روز پیش تو محل دعواشون میشه. راستش من فکر میکردم قضیه به تو مرتضی ربط پیدا میکنه، ولی خدا رو شکر همه چی معلوم شد. نمیدونی من این چند روز چه حالی داشتم. مرتضی خودش میدونه؟ دو روزه که از خونه رفته بیرون و نیومده. ترسم یه بلای سر خودش بیاره، حالش خیلی بده. سلمان بیا بریم خونه، بیا بریم، بلکه بتونیم پیداش کنیم. آخه من آخه چی؟ من نمیتونم بیام. برای چی؟ بهت گفته بودم که من باید فکر کنم. سلمان چرا با زندگیمون این کار میکنی؟ من که همه واقعیت رو بهت گفتم. باید به خودم کنار میام. من نمیفهمم چی داری میگی. خدا بد جوری گیرم پریسا. ببین سلمان، بر من خیلی سخت بود که این همه را تا قم پاشن بیام، ولی اومدم تا برای آخرین بار بهت بگم بد قلقی نکن. راستشو بگو ببینم چته. بعد با خودم و خدای خودم کنار بیام.
خیلی عجیبه. تو کی؟ نمیتونم. من تا حالا در حقت نامردی کردم؟ نه. بس تو هم یه مردونگی کن، هوای پریسور داشته باشه. برو دنبال زندگیت. برو حالشو ببر. چه جوری؟ با این وضعیتی که تو برام درست کردی، من چطوری با پریسا زندگی کنم؟ به خونه آدمی که میدونم تو کشتی؟ این حرفا رو واسه من نزن سلمان، این حرفا واسه کتاب هاست. من یه چند وقت دارم میرم بندر گم و گور شم. همین که گفتم. هوای پریسور رو داشته باش، میتونی؟ از خودت که نمیتونی فرار کنی. این بیچاره که جا تو گرفتن کیه؟ کدوم بدبختیه؟ من وضعم صحبت تره. نه زندگی خودم بود میتونستم یه تصمیم بگیرم، ولی اینطوری اصلا نمیدونم، انگار دست و پامو بستن. تو فکر میکنی من از مردن میترسم؟ نمشتی نقل این حرفا نیست، بحث زندون آبروزی بعدشه، بحث ننه بابامه. بابام کمرش میشکنه، مادرم دق میکنه، نمیخوام سرشکستشون کنم. بدبختی من اینجاست که هیچ کسم غیر تو ندارم باهاش بشینم دو کلمه حرف بزنم. اگه یه جو معرفت داری الان وقت خرج کردنشه. آخه تا کی میخوای اینطوری زندگی کنی؟ بور بابای زندگی بابا. خسته نباشید آقا بچه. سلام آقا. سلام. چه خبره اینا؟ چیه؟ به چه لطف کردن امشب شهردارمون کردن. از شهردار شدنم که فقط این یه قلمش به ما رسید. دو ساعت است دارم ظرف میشورم. آ تو کجا گم شده ای پیدات نی؟ نمیدونم. نمیدونی؟ چیه نمیدونی؟ شک کردم آقا بچه، شک کردم. زبونم لال، به خدا شک کرده؟ عزو بالله، نه قربون خدا برم، به خودم شک کردم. تو وقتی به چیزی که ایمان داری عمل میکنی آرامش پیدا میکنی، چون مسئولیت از گردن خودت برداشتی. شام که خوردی؟ چون چیزی دیگه نمونده که بخوام تعارفت کنم. نه میل ندارم، دستت درد نکنه. شبت بخیر. شبت بخیر.
بزم چطور؟ ها؟ یا برای چ... تولید شده مگه؟ ها تولید شد؟ باشه شما آروم باشین، من اومدم تو رام هستن، اومدم. چی شده؟ دیشب خونه نبوستم که اومدی کاری کرده. چیزی نگفت؟ چی باید بگه؟ چی باید بگه؟ تو چیزی میدونی؟ مرتضی این کاری کرده نه؟ به خدا بهش گفته بودم همه چیو بگه. به خدا بهش گفته بودم. چیو بگه؟ چیو بگه؟ به کی بگه؟ به خاطر اون از خودشو به کشت نمیدی بیا خودشو کش راحت شدی؟ سلمان اگه منو دوست نداری اب نداره، ولی تو رو خدا نزام دادشم به خاطر اون به زندان بیفته. خب هیچی نگو. آدم تا کجا میتونه راضی گناه ها مخفی کنه؟ چی شده سلمان؟ چرا اینقدر منقلبی؟ من میدونستم که میگه بیشم. راستش اگه اجازه بده میخوام یه مدت مرخصی بگیرم. چرا؟ احساس میکنم گناهکارم. گناه؟ توی این دنیای بزرگ کی گناهکار نیست؟ من دو روز دیگه باید راهنمایی مردم باشم، درباره اموری مردم قضاوت کنم، باید تصمیم درست بگیرم، باید عادل باشم. مسلمه؟ خب وقتی نمیتونم در مورد درست و غلطی زندگی خودم تصمیم بگیرم، چجوری برای دیگران عادل باشم؟ نعوذ بالله، تو که خدا نیستی که بخوای همه ی کارهای دنیا رو درست کنی. مصلحتو برای یه همچین روزایی گذاشتن دیگه. بنده خدا، ما واقف به امور ظاهر دنیایی، از باطن که خبری نداری. به فکر خودت باش پسر، به فکر آیندت، زندگیت، خانوادت. برو پسر، برو به فکر زندگیت باش. آبا سلمان مثل داداشم میبونی. خیلی لطف کردیم، واقعا نمیدونیم چطوری ازتون تشکر کنیم. خواهش میکنم، وظیفه‌مه. تو زحمت افتادین.
خدا بیامرز قرار بود این حمومو بنایی کنه بیاره داخل. بفرمایید تو. بفرمایید. برید. خیلی دلگرمم کرد. انگار خدا شما رو برای ما فرستاد. سعید همه زندگی ما بود. وقتی پدرم فوت کرد، درسشو ول کرد تا بتونه بره سر کار، خرج زندگی ما رو بده. شب تا صبح تو اون کارگاه خراب شده وسط اون بیابون کار میکرد. یکم تند و تیز حرف میزد، ولی دلش پاک بود. میرم چایی بیارم. قبول باشه. قبول حق باشه. تو منو یاد سعیدم میندازی که وقتی نماز میخوندم میشست منو نگاه میکرد. خدا رحمتشون کنه. تو هم آدم خوبی هستی. راستیاتش من باید یه چیزی به شما بگم. روز اولی هم که اومدم اینجا میخواستم بگم، نتونستم. من اون آدمی که شما فکر میکنین نیستم. من اصلا دوستی آقا سعید نیستم. اون شبی که پسرتون کشته شد، منو دوستم آقا مرتضی همونجا بودیم تو همون کارگاه. یه درگیری بین مرتضی و سعید پیش اومد. خدا شاهد عمدی نبود. همونطوری تصادفی و اینا. امضا کن. انگشت بزن. کارت ملی. همونطور که گفتم ایشون الان بیمارستان بستری‌ان. حالشون زیاد خوب نیست، جایی نمیتونن برن. اگه خانواده مقتول گذشت کرده باشن باید مدارکش تو پرونده باشه. شما صبر کنین تا افسر تجسس بیاد. بله بعدش من میتونم برم. شما فعلا آزادین ولی اجازه بیرون رفتن از شهر رو ندارین. نه آخه میخواستم یه مدت برم شهرستان. باید از قاضی پرونده اجازه بگیری. بله دستتون در نکن. آقا مرتضی خوبی؟ چرا با خودت یه همچین کاری کردی؟ من که بهت گفته بودم طاقتشو نداری مرتضی. آقای فلا من امروز باید به شما جواب میدادم. هر چقدر فکر کردم دیدم تو
تو شرایطی الان تو حال حاضر اصلا نمیتونم ازدواج کنم. من میخوام برگردم اصفهان. میخوام تنها باشم. میخوام فکر کنم. تو لیاقت نداری. من از اولش هم مخالف بودم. حیف پریسا که میخواست زن تو بشه. برو نبینمت. خداحافظ سلمان. ممنون هیچی نگفتی. حلالم کنید. سلام علیکم. چیزی جا گذاشتین؟ نه، میخواستم با مادرتون صحبت کنم. چی از جون ما میخواین؟ آخه چرا دارین با ما بازی میکنین؟ دنبال چی هستین؟ من کی خواستم بازی کنم؟ شما خودتون بازی رو شروع کردین. شما خودتون اون روز منو با دوستمون مرحوم اشتباه گرفتین. من که با پای خودم بلند شدم اومدم اینجا که آنیه مادر زشته دم در بگو بیاد تو. سعید همه زندگیمون بود. دعا کردم خدا ببخشتش. هر کاری کردم که خوب تربیتش کنم. سعید دلش پاک بود اما خطا کرد. هی بهش گفتم اینجوری نمیشه، با زور نمیشه، گوش نکرد. آخرش هم اینجوری شد. اومدم قسمتون بدم به هرچی میپرستیم ببخشیمش. چیو ببخشم؟ دادگاهش نزدیکه، از خون مرتضی بگذرین. خبر نداری؟ از چی؟ من قصاص نخواستم. به اون آقایی هم که اومد اینجا گفتم. من از خونش گذشتم. خدا ازش بگذره. شد خودت رفته کلان تری. اون جوون بیگناه هم به عروسیش رسید. اگه میخوای کاری بکنی برای سعید دعا کن. من خودم محتاجی دعا. گناهکار واقعی منم. من اگه کوتاهی نکرده بودم جلوشو گرفته بودم اینطوری نمیشد. سعید زنده بود. از سر تقصیرمون بگذاریم. من اصلا جای پسرتون. هر کاری داریم به من بگیم من براتون انجام میدم. به همین سادگی؟ هانیه، اشتباهی که سعید کرد تو نکن. دلش بزرگ نشده. چایی تو بخور. ممنون.
تو چی میخندی حاج آقا؟ مرتضا جان برادرم، نمیدونی چقدر خوشحال شدم وقتی فهمیدم به زندگی برگشتی. خودت خیلی خوب میدونی که چقدر به پریسا خانوم با جون و دل علاقه دارم، اما متاسفانه شرطی پدری شما برای ازدواج ما بیشتر به خاطر شغلی بود که در آینده قرار بود داشته باشم. حالا با این تصمیمی که گرفتم میدونم که این امر امکان پذیر نیست. خب اینم شاید تاوان دیگه ای باشه برای انتخابی که کردم. Thank you.